بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه. گرانو لدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نن موج دیر خوشاله یو چی پا د کلی کې د غونډي په نامه د دې لکانو او انجونې او مشرانو په خدمت کې راغلی یو او له خیره سره دا ټول غواړي چې د افغانستان د دې هیواد یو ډیره روښانه راتلونکی ولري او نن له خیره سره تصمیم داده چې په دې ځای کې یو ډیر ښه مکتب او شونځای جوړ شي ترسو چې له خیره سره د دې هیواد راتلونکي نسل ان شاء الله ډیر تکړه انسانان، انجینران، ډاکټران جوړ شي ان شاء الله. هیله مو داده چې زما ګرانه همکاران او لیدونکو له دې خلقو سره مرسته به وکړي چې ان شاء الله ډیر زر تر زر د دې الکانو او انجونو لپاره په دې کلی کې یو ډیر ښه شونځای جوړ شي ان شاء الله. دا ټول زما ورونه دي او دا ټول ماشاء الله د افغانستان راتلونکي نسل دي. نن چې موږ په کوم ځای کې یو او سب پروګرام لرو په دې اړه مولوی صاحب مستغفر یو څه خبره کوي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. فاما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. گرانو معزز مسلمانانو، د الله جل جلاله بندگانو، د نبی اکرم صلی الله علیه و سلم امتیانو، و العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه. علم سیدا فرض ده پر ټول مسلمانانو، پر نارینه او ښځو باندې. دومره علم فرض ده چې مو تاسو کفایت رو باندې کیږي. نو دا د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ د غونډۍ په کلي کې یو موږ غواړو چې یو ښه مکتب جوړ شي او خلکو ته خدمت وکول شي. موږ د ګیلان ولسوالۍ کې مکتبونه بیخي زیات کم دي او موږ غواړو چې داسې مکتبونه جوړ شي لکه په څنګه چې په جاغرو ولسوالۍ کې بیخي زیات مکتبونه شته او هغه د علم او د درس او تدریس زیات شوق لري. د عمره شوق موږ هم زیات شوق لرو، خو موږ داسې متاسفانه چې موږ دلته زمانه د دغه مکتب نه ده مساعده، معنا موږ مکتبونه کم لرو او موږ غواړو چې زیات مکتبونه دلې جوړ کړو. او موږ د جغرو ولسوالۍ سره همسایګان یو، د موږ د دې په مابین کې ډېرې ښې اړیکې دي. دوی د موږ په ولسوالۍ کې خدمت کوي، موږ کوشش کوو چې دوی په ولسوالۍ کې خدمت وکړو. نو موږ دغه د غونډۍ په کلي کې یو مکتب غواړو چې جوړ شي. مو 1500 شپږ سوه کورونه شته او 1500 اوناس شاګردان لرو، یو 1500 ذکر شاګردان لرو. نو د دې غټه کلی ده، غټ ځای ده، نو باید چې یو ښه مکتب جوړ شي او ښه د دین خدمت واخیستل شي. الله پاک دې توفیق و ټولو ته ورکړي او له ټولو کتونکو څخه هیله کوو چې ښه د اخلاص په صداقت سره له موږ سره کومک وکړي. تر ټول نه مخکې ښه یو ځمکه پکار دی. آیا داسې خیر انسان په دې کلي کې شته چې زه د دې مکتب لپاره خپل ځمکه وقف وکړي؟ څوک دی؟ ماشاءالله. کاکا جان، تا لیدونکو لپاره که څه وینا لري؟ بس نو ما دغه ځکه د دغو کوچنیانو او د دغو مؤمنانو لپاره د خدای لپاره بس وقف کړې ده. خدای دې وکړي چې دغه ځای جوړ شي او ښه مکتب پر جوړ شي او ښه سبقان ورته وویل شي. بس نو دغه ما د خدای لپاره وقف کړې ده. خو
تاسو فکر کوي چې دا کار بشپړ شي د دې علاقانو لپاره څنګه یو خدمت دی؟ دا بس ښه خدمت، خدای دې توفیک پر ورکړي ټولو مسلمانانو ته، چې بس خدمت یې وشي او ښه ځای ورته جوړ شي او ښه سبقان ورته وویل شي. نن سبا د دې علاقان څومره مشکلات سره مخامخ دي؟ دا له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي، خو نه سبق شته، نه مکتب شته، نه مدرسه شته. بس نو چې دا مکتب ورته جوړ شي او ټول بې تعلیمه پاتې دي. سلام مولوی، شما بینید. دوستای محترم سلام، ما و تیم وادی نور آمدیم در خدمت هموطنای ما در ولایت غزنی، در ولسوالی گیلان، قریه گندی، عموتی که جاغوری نامش با فرهنگ و با پیشرفت و با همدلی همراه شده، میخواهی که فرهنگ سواد آموزی تعمیم پیدا کنه. انشالله که قریه همسایه جاغوری هم بچه ها و دخترها برن به طرف مکاتب، انشالله که اینا هم مثل فرزندان جاغوری با سواد شوه. در خدمت یکی از مولوی صاحبا هستیم که میخواید راجع به برنامه امروز چند جمله را خدمت شما شریک بکنه. مولوی صاحب، دا مایک استاد به خدمت کدی. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلق محمد و آله و صحبه اجمعین. اللهم صل على محمد و آل محمد. اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و من یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا. قال الرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. الحديث قرانو او ريدنكو او قرانو لدنكو زال تاسخ دير هركلي وايما خير وسي او لتاسخ دير منندو يما سلام خداي فاكم سربراز در خداي فاكم هر قدم دني کي پتل کي درواچوي سي ننداسي بخت یو داسې پیرزوینه تاس په موږ کړی ده، چې د موږ پاته ټولنه او د موږ دا مؤمنان او دا ذکور دا اوناس تقریبا شپږ سوه کورنۍ کېږي، دا ټول بې تعلیمه پاته دي. او تاسې نن خدای فاک په موږ مهربانه کړاست او دا د موږ ټولنې ته خدمت کوئ. نو له ټولو څخه دا غوښتنه لرو چې لکه څنګه چې په جاغورو کې خدمت سوی ده، او جاغوري او موږ سره همسایګان یو، د همسایګانو په خپل مابین کې ډېر حقوق دي، باید په خپل مابین کې موږ د یو بل حق سره ادا کړو، د یو بل په ځان په احوالو باندې ځان خبر کړو. نو لکه څنګه چې په جاغورو کې 114 مکتب رسمن شروع دي او ښه با تعلیمه خلک دي، او ښه با تعلیمه کوشنیانې دي، ښه با تعلیم نجونې دي، نو موږ هم غواړو چې دلته موږ ته یو ښه زمینه مساعده شي، ښه ځای راته جوړ شي. انشاءالله انشاءالله که د الله پاک رضا و دغه خدمت به کوو، دغه ټولنې ته به دغه خدمت کوو. الکان به روزو، نجونې به روزو، په هر بخش کې بیروزو، په عصري علومو کې بیروزو، په دیني علومو کې بیروزو. دا د موږ او د ټولو پریزه ده، موږ خدای پاک په غاړه راکړې ده. موږ تر اوسه علم حاصلوو، اوس انشاءالله بل چا ته رسوو. دا زموږ پریزه ده. وما علینا الا البلاغ. سلامت اوسئ مولوی صاحب. د جاغوری اموته که بچه ها درس میخواند، دخترها هم درس میخواند. یک دختر جاغوری که قبلا درس خواندن او شدن دکتر سیما سمر. یک شفاخانه کلان ساخته که کل مادرها و خواهرها اونجا تداوی میشه. او صد و چند مکتب ساخته، یک مادر سیما سمر. و اموتر یک مادری هستن که یک لک دلار برای بند کمک کرده. شما میخواین که بچه ها درس بخونه یا دختر رو هم درس بخونه؟ پا پختو که بباید. نو موگ دا غوالو سی بس لعول سیم پتخه بیاتر
دولسمه سیم په پوری تر لسمه سیم په پوری تر اتمه سیم په پوری موږ دا پروسه شروع کوو ان شاء الله. ان شاء الله بس دې ته به معلمان موظف کوو، د دې انجونو د دې الکانو خدمت وکوو، سپه دې ټولنه کې داسې انجونې راووزي چې هغه سبا د ټولنې لپاره، د دې خلکو لپاره، د دې ښځو لپاره خدمت وکوي. اتی له اوله سیم په تر دولسمه سیم په ان شاء الله دا پروسه جاری وي. ان شاء الله ان شاء الله موفق سرفراز باشین. تشکر. دوستا یک همکار خوب ما که همیشه وقت همراه ما هستن، او قریه‌دار پاتو نه قریه‌دار جاغوری است، قریه‌دار گیلان هم هستن، قریه‌دار زابل هم هستن، جناب محترم حفیظ الله سروری. در رابطه با این برنامه امروز گپای مگن و نبیزاده صاحب، جناب آقای خلیلی صاحب و آقای محمدی صاحب، اینا همراه ما هستن، اینا یک تیم بسیار مخلص و فداکار هستن، ما در خدمتشان هستیم. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خدا با عرض سلام خدمت همه بینندگان محترم چینل وادی نور و سلام خود را و جمع خود را خدمت همه خیرین دلسوز در سراسر دنیا تقدیم میکنیم. امروز خوشحال هستم که با جمع از همکاران در یک از محرومترین قریجات ولایت غزنی آمدیم، در قریه غنری ولسوالی گیلان. افتخار میکنیم که برای خدمت، برای سازندگی و آبادی با جمع همکارا آمدیم و تشکر ویژت آروم از مولوی صاحب مستغفر که زمینه را مساعد کردن تا ما اینجا بیاییم از درد و مشکلات و رنج هموطنان عزیز خیش آگاه شویم. امروز بخیر یک کار خیر است و بسیار کار خیر و پر افتخار است که در افتتاح یک مکتب آمدیم. یه بخیر این مکتب را با کمک خیرین و دلسوزان وطن، همون قسم که کارهای عامل منفی دیگر ما در نقاط و گوشه و کنار جاغوری و ولایت های دیگر انجام دادیم، بخیر با کمک خیرین و دلسوزان وطن یک مکتب اصولی و اساسی که نیازهای مردم این مردم رو این منطقه را مرفوع کنه، بخیر اینج جور شوه، آباد شوه تا فرزندان وطن یک روز بخیر دکتر و انجینر شوه. ما از همین جس حدا میکنم که باید این دستی مردم گرفته شوه، این فرزنده یک روز دکتر و انجینر شوه، با امید آن روز که بخیر افغانستان آزاد و برادر و آباد بخیر شوه. دیگه افتخار همه ماست که در گوشه و کنار افغانستان افته برای سازندگی و آبادی این وطن و این منطقه کار کنیم. خب اینجا آمده بخیر مردم هم استقبال خیلی گرم کردن دوستای عزیز که اینجا باید مکتب ایجاد شوه. حاجی صاحب زمین شخصی خود را وقف این مکتب کرده. دیگه که نما یک سند خوب را از حاجی صاحب به خیرین و دلسوزان داده که ما خدمت شما این وقف زمین را که سندشان است ما خدمت شما میخوانم. ما امیدواریم که شما دست مردم را بگیرید تا به خیر این وطن آباد شوه، این فرزندان این وطن صاحب تعلیم و تربیت شوه. خب دیگه این میقدر به طرف ما دیگه موفقیت همه را از خدا خواهد. و دوستا عزیزای محترم پشتون ما که این برنامه را ببینه، ما خواهش می‌کنیم که این فیلم را، این ویدیو را برای پشتون زبان‌های محترم ما در گوشه و کنار دنیا برسانه. و از مردم شریف جاغوری که بارها به ما گفته بود که برین مکتب بسازید، ما قنجه شما کاری نم، این ما آمدیم بخیر که مکتب جور کنیم. این اگر شما ما گفتین مسجد جور نکنید، مکتب جور کنید، این ما بخیر اقدام کردیم که مکتب جور کنیم. یک روز شب بخیر ما در مکتب بایم، کل دخترها و بچه ها روی چوکی های خوب منظم در صنف های خوب شیشته باشه، دیگه بهترین وضعیت صنفی و درسی را داشته باشه. و از اینکه این ساختمان تانوز شروع نیستن، این مکتب فقط گپیش هستند، قرار است اول دفعه ساختمان جور شوه. مولوی صاحب انشالله تلاش میکنه برای راجستریشن از این مکتب که راجستر دولت شوه. کل دوستا مخواهش داره که همکاری کنه، کمک همه فرهنگ همکاری آغاز شوه. دیگه ما هم بخیر برای آغازش خدمت مولوی صاحب بسیار از طرف وادی نور مبلغ کم 15000 افغانی
انشاءالله ای را تقدیم میکنم برای مولوی صاحب که جمع بکنه از اهالی قریه. بعد بخیر ما در دفعات بعدی پولای زیادتر را بیرید در خدمت دوستا. مولوی صاحب استاد پردند انشاءالله که از طرف تیم وادی نور است و همه اولین کمک باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. نموی در کلی در غنده در کلی در گلان در سوالی در قجنی در ولایت غنده پا کلی که در انجنران در زاره و محترم انجنران لاغلی دی دلتا نموی تا یو دیر که خونزای را جولوی او دیر پا تا انجونی اول کانم در تعلیم از خدی دوی تا دیر شکلانه وایو الله دی خیر ورکی الله دی جزا کلا خیرونه ورکوی موږ دلته ټول کوچنیان په ټوله غونډۍ کې په آسن کې په ټوله ګلام ولسوالۍ کې ټول پنځه مکتبه لرو چې سخته غټه ولسوالۍ ده څلوېښت زره کوره دي په څلوېښت زره کوره باندې موږ پنځه ښوونځي لرو نو دوی ته دې الله خیرونه ورکړي چې موږ ته خدمت وکوي او دا ټولنې ته خدمت وکوي موږ به خامخا له دوی سره همکاري کوو دغه شخصي ځکه ملاخیل ورکړې ده متوقف کړې ده جزاک الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحال هستم همکار و همراه فرهاد اخلاصی عزیز هستم. به همکاری فرهاد اخلاصی عزیز تلاشای زیاد شده در سطح منطقه در سطح جاغوری. حالا آمدیم در ولسوالی گیلان مربوط ولایت غزنی هستیم. بانی از این کار مولای صاحب مستغفر شده که آورده مرده ای جایی که یک زمین را اینجا وقف کردن آجی صاحب ملاخیل است ها. یک زمین وقفی برای مکتب. خوشحال استیم آمدیم در اینجا که از این منطقه دیدن کردیم و همکار و همراز اینا باشیم. خدمت مولای صاحب مستغفر ایتر مگیم که تشکر شما یک خدمت است برای مردم شما یک خدمت است برای از این قریجات که ما پرسان کردیم در این منطقه تقریبا 700 خانه مکتب نیست. بله بله وقت جای افسوس است. بعضی مسافرین عزیز خیرینی که در گوشه گوشه دنیا زندگی منه یکی میگه ما مسجد میسازم تو مسجد خود بساز. آفرین. کسی میگه ما مکتب میسازم تو مکتب خود بساز. کسی میگه ما راه درست میکنیم تو راه خود درست کن. هر کس به مو عقیده و فکر اندیشه خود یک کشور و منطقه را باید آباد کنم. سلام دیگه. ما خوشحال هستم مستغفر صاحب با باقی موی سفیدای از این منطقه ما هم جار هستیم. الحمدلله مسلمان هستیم. بله پیرو یک خطیم. پیغمبر ما یک است، قرآن ما یک است، هم جوار هستیم، حق همکاری با هم دیگر داریم. بله یعنی ما تشکر منیم از مستغفر صاحب محترم که ما آمدیم در اینجا بانی کار حامی کار فرهاد اخلاصی عزیز است و خریدار محبوب ما حفظ الله سروری است. ما یک همراه یک همکاری که همکاری میتانم نمیتانم خلاصه در پهلوی دوستای خود هستیم. سلام ما تشکر میکنیم که کارای تو فراجه های تو از سطح جاغوری بر آمده در ولسوالی گیلان آمده مربوط ولایت غزنی در اولسوالی ناور رفته، اولسوالی خاک افغان رفته، در اولسوالی قرباغ رفته. تشکر میکنم از استاد فرهاد اخلاصی عزیز. سلام. که شما خدمتگار از این خاک هستین، خدمتگار از این مردم هستین. خدا یار جان شما باشه. تشکر. خدا شما رو حفظ کنه. زنده باشین. و مولای صاحب مستغفرم خدا حفظ کنه همه این مردم و ملتی که در این زندگی منه که مکتب نداره. با امید آن روز که ما بیاییم این مکتب را افتتاح کنیم. بخیر. با امید آن روز از خدا میخواییم. ما حامی هم دیگر هستیم، جور و بازوی یک دیگر هستیم، از این خاک از این سرزمین هستیم. ما با هم دیگر همکار و همراز و همراه باشیم. گپ ما فقط امی بود. السلام علیکم و رحمت الله. سلام باشین. سیار جای تأسف است که برادر 700 خانه است اینجا مکتب نداره. این بچه های کوچیک از چی از زکور و اناس اینا از بچه و دختر مثلا اینا بیسواد منده این ظلمه. ما امروز که اینجام ده افتخار زیر منیم مثلا کسایی که از چله وادی نور مرا
بیبین از نزدیک. مو از کلگی مسافرین، از برادرای پشتون خود، از برادران تاجیک و هزاره و ازبک، مو به عنوان یک شهروند افغانستان، به عنوان یک همدین و هم هستیم، به عنوان ازی که مثلا برادر همدیگر هستیم، جور و بازوی هم دیگر هستیم، کوشش کنیم که افغانستان آباد شنه، افغانستان کس بی سواد نمانه، از دوچار فقر و گرسنگی ما آزاد باشیم، مثلا مکتب درست شنه. امروز نیاز همه مردم مکتب است، کسی که علم داشته باشه، کسی که آگاه باشه، او از فقر و از گرسنگی و از بدبخت نوده. کوم خلک چې دلته راغلي دي، کوم میلمانه، له دغو ټولو څخه موږ دا شکریا ادا کوو چې دغه په موږ باندې یو شفقت ده، او هر چا چې مقصد په دې خدمت کې مقصد برخه اخیستې ده، له هغو څخه ډېره مننه کوو، او الله تعالی دې هغو ته په دنیا او آخرت کې جزای خیر ورکړي چې په موږ باندې دا شفقت کړی ده، او دغه آینده نسل چې مثال په ترکه مسلمانان خو ټول لکه یو بدن داسې دي، ها معنا یعنې لکه بدن کې چې یو اندام باندې درد سي، یا بدن کې مقصد یو انسان معنا مشکل ورته پېږي، چې ټول مسلمانان باید ټول بدن سره په شکایت باندې وي، او ټول معنا بدن چې دغه په ناقرار وي، نو مسلمانان هم دغه رقم دي که په هر قسم مشکل باندې مسلمانان اخته وي، دا نور باید ځان باندې خبر کړي. نو دا د دغو میلمنو موږ شکریا ادا کوو چې موږ له دغه پات مقصد منطقې څخه سره د دې یو همدردي ده، یو مقصد کومک یې ده، موږ تاسو ټولو ته توفیق د دې راکړي چې د دې حمایه وکړو، او ټول په دې باندې خوشحاله یو، هر څه مقصد هر څه کومک یې په وس کې کېږي، که مالي وي، که جاني وي، که لساني وي، که هر رقم طریقه باندې وي، بس خدای پاک د ټولو ته جزای خیر ورکړي، او له ټولو څخه مقصد احترامانه خواهش لرو. السلام علیکم. من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، هر کس استعداد یک انسان را زنده بکنه مثل دی که تمام بشریت را زنده کرده. یعنی پیامبر گرامی اسلام می فرماید که رب زیدنی علما، پیامبری که شهر علم بوده بازم میگه خدایا علم مرا زیاد کن، ما اونقدر مسلمان تریم که آگاه‌تر و داناتر باشیم، اونقدر مسلمان تریم که مفیدتر به اوضاع اجتماع باشیم. مسلمان اوست که ضررش نه به خودش میرسه نه به دیگران میرسه، بلکه خیرش برای همه میرسه. دین ما دینی است که خیر ما برای خود ما، خانواده، محیط و اجتماع برسه، و انشالله که اگر ما بخواهیم افغانستان آباد و آزاد داشته باشیم، افغانستان مترقی داشته باشیم، ما نیاز داریم که نسل با فرهنگ داشته باشیم، نسل آگاه و دانا داشته باشیم، و هر میزانی که برادرها و خواهرای ما خدای نخواسته از سواد محروم بمانه، به ضرر ماست، به ضرر افغانستان است. بینندای عزیز، همکارای پشتون ما زیاد داریم، از ننگرهار است، از غزنی است، از میدان وردک است، از قندهار و از لوگر است، از اونا خواهش مونم که دیست از این برادرها و خواهرای خود بگیره، باز ای از داخل هم کمک شوه، از بیرون هم کمک شوه، که همین مکتب ما و شما جور شوه انشالله را. با امید آن روز خدا خیر دیگه، سلامت و سرفراز باشین، با امید همدلی مردم افغانستان، با امید آبادی و سرسبزی افغانستان، و تشکر از اینکه امروز میبینیم که هزاره و پشتون برادر یکدیگر در پلو یکدیگر استاد شدن. هزاره زمین من آب و خاک است، پشتون زمین آب و خاک است، برادر همدیگر است، هر دو مسلمان است، تحصیل کرده دینی هستم. ما میخواهیم که بالاترین عبادت خدمت رساندن به خلق خدا است. صدها فرشته بوسه بران دست میزند که از کار خلق یک گره بسته وا کند. خدمت رسانی عین افتخار هستند. انشالله که دوستای ما کلگی این کار خیر را حمایت میکنه. سلامت باشین، تشکر، تا بعد دیدار بعد شما رو به خدا میسپاریم، و دیگه آقای سروری را هم یادآوری مونم که دفعه بعدی اگر آمد برای کل خواهرها دیگه قلم و کتابچه، کیگ و کلوچه هم بخیر بیاره دیگه. جوان اتحاد همه مردم افغانستان را روزافزون کرداند، با امید آبادی و سازندگی در وطن بر محمد و اهل بیت محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.